برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. من دکتر جواد نفیسی هستم و بنا به دعوت تلویزیون تایم تیوی هر هفته در خدمت شما بینندگان عزیز در مورد درد دل روان صحبت میکنم. شب شما خوش. سلام خدمت بینندگان عزیز، من دکتر جواد نفیسی هستم و در برنامه درد دل روان هر روز دوشنبه هفت صبح هفت شب به وقت لس آنجلس در مورد روانکاوی کوتاه مدت و دسترسی به قسمت ناآگاه روان و چگونه قسمت ناآگاه و ناهوشیار روان unconscious mind کار میکنه و عمل میکنه و چگونه سبب بیماری های عاطفی میشه صحبت میکنم و بیشتر هدف صحبت ما تمام بیماری های عاطفی و روانی هستند که جنبه ارثی ندارن و یا اشکالات دوران حاملگی و زایمان سبب آنها نشده باشه. و بعداً مکرر به توجه بینندگان گرامی آوردم که اگر یک روانی سالم به دنیا بیاد در نوزاد، همونجوری که احتیاج به غذا و اکسیژن داره، احتیاج به آغوش گرم مادری داره و قطع زودرس این رابطه عاطفی سبب احساس خشم زیادی میشه که اون بعد یک احساس گناه شدیدی ایجاد میکنه و اون احساس گناه سبب میشه که در درون روان یک قسمت خودخرابکاری ایجاد بشه که اون قسمت خودخرابکار سبب میشه که اشکالات شخصیتی و اضطراب و افسردگی به وجود بیاد. به عبارت دیگه، فردی که خیلی زود تو زندگیش جریحه دار شده به علل مختلفی، خصوصا قطع این رابطه عاطفی، با خودش یه قراردادی می‌بنده که دیگه اجازه نده هیچ کسی دیگه از نظر عاطفی انقدر بهش نزدیک بشه که بتونه این درد قطع رابطه رو، disruption affectionate binding، قطع رابطه عاطفی و دردش رو حس بکنه. من برای اینکه بینندگان گرامی بهتر بتونن ببینن در درون اتاق درمان بین روانکاو و درمانجو چه اتفاقی میفته، این کلمات و جملات درمانجو و خودمو برای شما به زبان انگلیسی خوندم تا الان و بعد ترجمه کردم و من میخوام اونو ادامه بدم برای بینندگانی که جلسات قبلی رو نگاه نکردن. راجع به یه مرد 45 ساله‌ای موسیقیدانی صحبت می‌کردیم که ایشون با مادرشون زندگی می‌کردن و از خانمشون جدا شده بودن، یک تاریخچه الکلیسم داشتن، افسردگی طولانی داشتن، یک بار فکر خودکشی افتاده بودن و در هر صورت نمی‌خواستن بیان برای درمان و به اصطلاح با فشار مادر و تهدید مادر که خودکشی میکنه اگر اینکه ایشون برای درمان نره، ایشون بالاخره موافقت کردن برای درمان بیان. اول جلسه هم که دیدیم طوری شروع کردن که خیلی محو بود و میگفتن که هیچ احساسی نسبت به مادرشون ندارن غیر از خشم، ولی وقتی که میخواستیم به این خشم نگاه کنیم میدیدیم که هیچ احساسی جز استراب و تنشن ایشون نتونستن به من بگن و بالاخره بعد از فشار بیشتر به این مرحله رسید که ما دیدیم یک دیواری ایشون بین خودشون و بقیه به وجود آورده بودن و همیشه پشت این دیوار زندگی میکردن و هیچ کسی نمیتونست از نظر عاطفی به ایشون نزدیک بشه و بعدم اعلان کردن خیلی صادقانه به من که وحشت دارن از این که من از نظر عاطفی به ایشون نزدیک بشم و ببینم اون تو چه خبره و ببینم این خشم رو چجوری حس میکنن و گفتن داوطلبانه این کارو نمیکنن، در ضمن گفتن هیچ خوششون هم نمیاد که این کارو بکنن. و بعدن من
به توجه ایشون آوردم که اگر پشت دیوار بمونن و با من همکاری نکنن ایشون شکست میخوریم تو درمان. و ایشون فرمودن که استرابشون خیلی رفته بالا و گفتن که الان دلشون میخواد اصلا از اتاق درمان خارج بشن و کتشون رو بردارن یا پلوورشون رو بردارن برن. و من بهشون گفتم که این فرار برای شما خیلی آشناست و مثلا دکتراتون رو تو فرار داشتین تو زندگیتون و همونجا که با احساساتتون روبرو نشدید با کسای دیگه هم نمیخواید روبرو بشید. و بالاخره ایشون قبول کردن و شروع کردیم به این دیواری که بین خودشون و بقیه گذاشتن نگاه کردن. و من از ایشون خواستم که این دیوار رو بردارن که من بتونم ببینم که اون تو چه خبره. و از اینجا دوباره جلسه رو ادامه میدیم و من انگلیسی برای شما میخونم که ایشون چی گفتن و من چی گفتم و اونو ترجمه میکنم. ایشون میفرماین I am terrified to let anybody to be close. من میترسم که هیچ کس به من نزدیک بشه. پس ببینید روشن شده که ایشون یه قلعه برای خودش درست کرده و توی این قلعه تک و تنها زندگی میکنه، مثل این قلعه هایی که یه دونه پل شناور هم داره و فقط موقعی که بخوان کسی بیاد اون پلو میذارن که کسی بتونه وارد قلعه بشه، بعدم پلو ور میدارن. و من از ایشون خواستم که این پلو بذارن که من بتونم وارد قلعه روان ایشون بشم و ببینم توی روان ایشون چه خبره. ولی ایشون با سماجت میگن که من هیچ کس رو نذاشتم و به بار دیگه تو هم تو کی هستی که بخوای استثناء باشی اینجا. و من دارم به توجهش میارم که اگر اینکه من استثناء نکنی و نذاری من ببینم اون تو چه خبره چه خبره، من بعدم بی ثمرم برای شما و چرا میخواید منو برای خودتون بی ثمر بکنید. ایشون میفرماین یا but just you and me right now. نه، من به ایشون میگم که just right now me and you are here. There is nobody else in this room. And I have news for you. You could become stubborn or you can become defiant if you wish to. من به توجه ایشون میارم که وقتی که گفتن هیچ کسی رو من نمیذارم نزدیک بشه، این جنرالایز کردن و عمومی کردن و یونیورسالایزش کردن اونم یه مکانیزم دفاعی دیگه بود. و من بهش گفتم که خیلی خوب، ولی تو این اتاق که من و شما هستیم، کسی دیگه ای نیست. بله، ولی حالا فقط من هستم و کسی دیگری در این اتاق نیست. بعد به ایشون اینجاست که من به اصطلاح با ایشون دارم سرشاخ میشم، میگم خبری برای شما دارم، شما میتوانید لجباز و کله شق بمانید. ایشون میفرماین I am heading in that direction. من دارم به اون جهت میروم. ببینید حالا داره آگاهی پیدا میشه از این مکانیسمای دفاعی لجبازیش که قبلا هیچ آگاه نبود که این مرد تو روابط چقدر سرتق و لجباز و کله شقه. من میگم که you are moving toward your stubbornness. به طرف سمجی دارید پیش میرید. ایشون میگوید بله. And من دوباره میگم که and toward your defiance و به طرف لجبازیتون دارید پیش میرید. ایشون میگن بله. من به ایشون میگم که at the age 45 as bright and as talented as you are why do you want to carry this miserable life to your grave. من میگم چرا در سن 45 سالگی با همه هوش و استعدادی که دارید میخواهید این بدبختی و بیچارگی را به گور ببرید. ببینید من کاری که دارم الان اینجا میکنم اگه یادتون باشه گفتم در هر درمانجوی دو تا نیرو هست موقعی که وارد میشه. یه نیروست که میخواد راهایی پیدا بکنه و نیروی آزادی بخشه و من بهش میگم نیروی پیمان درمانی. ولی یه نیروی خرابکارم هست که میخواد درمانجو رو همون جوری که هست نگر داره و زجر و شکنجه‌شو تو به گور ببره ادامه بده. من الان
طلب کمک دارم میکنم از نیروی پیمان درمانی. وقتی که بهش میگم چرا در سن 45 سالگی با همه هوش و استعدادی که دارید میخواهید این بدبختی و بیچارگی رو به گور ببرید، ایشون بالاخره اعلام میکنه، حالا برای اولین باره میگه I don't want to، من نمیخوام. من تأکید میکنم، میگم You don't want to then، پس نمیخواهید. میگه نه نمیخوام. من میگم So there is a part of you that does not want and wants to do something about it، پس یک قسمت شما بدبختی رو نمیخواد و میخواد کاری راجع به اون بکنه. ایشون میگه That is right، درست است. من میگم But there is another part of you that wants to run away. Now if you don't let your enemy mess up his relationship with me like every other relationship in your life, you understand what I mean. من گفتم ولی یک قسمت دیگر شما میخواهد فرار کند و اگر شما نگذارید که دشمن شما این رابطه را با من به مانند بقیه روابط در زندگیتون خراب کند، متوجه میشوید من چی میگویم؟ ایشون میگویند بله. ببینید، برای اینکه این کاری که داره توی اتاق درمان با من انجام میده با تمام افرادی که دور ورش بوده که شامل مادر و خانم قبلیش و دوستانش هم بوده انجام میداده، در نتیجه من الان دارم به توجهشون میارم که چجوری ایشون قاتل روابط هستن و چجور روابط رو میکشن. بعد من میگم که If you let me get emotionally close to you, to see your feeling honestly as it is, without cover up, without fumigating people away, without hiding, and if you let me emotionally get close to you, then I can examine your feeling honestly with you, and then you could tell me what are you feeling right now. من میگم اگر بگذارید که من از نظر عاطفی به شما نزدیک شوم و صادقانه بدون روپوش و بدون پنهانکاری و بدون پس زدن من و بدون قایم شدن به شما نزدیک شوم و صادقانه عواطف شما را ببینم، الان چه حس میکنید؟ ببین تمام اون مکانیسم‌ها رو یکی یکی من براش گفتم و گفتم اگر اینا رو بزنید کنار و صادق باشید، بذارید ببینیم الان چی حس میکنید. ایشون میگن که What am I feeling right now؟ الان چه حس میکنم؟ I am feeling as if I am in a different room than you are. I am feeling as if there is a transparent wall between us and I am looking through. I am also feeling that part of me wants to let that wall down and part of me doesn't. ایشون فرمودن اگر میخواهید بدونید که حالا چه حس میکنم، انگار من در یک اتاق دیگر هستم و یک دیوار شیشه‌ای بین من و شماست و من دارم نگاه میکنم در درون و یک قسمت من میخواهد این دیوار را پایین بیاورد و یک قسمت نمیخواهد. ببینید این دو نیروی متضادیه که من همیشه داشتم راجبش صحبت میکردم و ایشون حالا خودشون آگاهی دارن از اون قسمتی که میخواد خرابکاری کنه که از اون احساس گناه میاد و اون قسمتی که میخواد راهایی پیدا بکنه و این دو نیروی متضاد تمام مدت با هم کشمکش داشتن و کاری که من تا الان انجام دادم توی این جلسه اول درمانی این که به نیرویی که میخواد آزادی بده به و رها بکنه ایشون بیشتر کمک کردم که اولا نیروی دشمن رو بشناسه و بعد بر ضد آن قیام بکنه و ما الان قیام رو از این به بعد خواهیم دید، قیام نیروهای مرضی خودخرابکارانه بر ضد نیروی پیمان درمانی با من که راهایی پیدا بکنه. So you are well aware of the wall، پس شما از این دیوار آگاه هستید. ایشون میفرمایند بله. میگم دیگر چی؟ What else؟ ایشون میفرمایند I am also very aware of the fact that I am not sure I have to let that wall down. ایشون میگویند که در ضمن من همچنین آگاه هستم
از حقیقت امر که من مجبور نیستم که دیوار را پایین بذارم. من جواب دادم by the way you have that choice. این حق انتخابم شما دارید. ببینید دیگه الان کاملا اون حالت دیفاینسی و کله شقی و سماجت در جریان نیست و خودشون داره اعلان میکنه، میگه من میدونم که مجبور نیستم، اگه دلم بخواد این کارو میکنم، اگه دلم نخواد این کارو نمیکنم، ولی حالا حق انتخاب داره ایشون و حالا ببینیم از حق انتخاب ایشون چی میشه. ایشون میفرمایند که I don't even mean I know I have a choice, I can get my coat and walk away. ایشون میفرمایند منظور من آن نیست، من میدونم که میتوانم که جاکتم را بردارم و بیرون بروم بیرون. منم میگم exactly، دقیقا. ایشون میفرمایند You are not going to try and stop me. شما هم سعی نخواهید کرد که جلوی منو بگیرید. ببینید اینجا که من با پدر مادرش فرق دارم و اون این که من جلوی این فرد رو نمیگیرم. ایشون هر کار دلش میخواد بکنه زندگی اونه، ولی میدونه که اگر این که فرار بکنه و کتشو برداره از جلسه بره بیرون، اون کسی که صدمه میبینه و بقیه عمرش باید زجر بکشه اونه، من که زندگیم ادامه پیدا میکنه و میرم به درمانجوی بعدی که به امید این که به ایشون بتونم کمک کنم. من میگم but the question in front of you is by doing that what are you going to accomplish. سوالی که جلوی ما هست این که اگر شما فرار کنید نتیجه چی میشه. ایشون میفرماید I am not accomplishing anything by walking out of the door. I feel stupid. ایشون میگن من با بیرون رفتن از اینجا هیچ نتیجه‌ای نمیگیرم و حس میکنم که ابله هستم اگر این کارو بکنم. من میگم نه، no, forget about stupid. It is not stupid. It is self-destructive. من میگم نه، شما ابله نیستید. این کار خود خرابکارانه است. ببینید متاسفانه این لغت استیوپید رو خیلی به کار میبرن، ولی این کار احمقانه ای نیست. ایشون که ضریب هوشیش بالاست، ایشون عقب افتاده نیست از نظر عقلانی، ایشون خود خرابکاره و این دوتا رو باید با هم تمایز داد. ایشون میفرمایند بله. من میگم part of you brought you here with the intention of putting an end to your misery. But do you see while a part of you is working with me, another part is sabotaging it by keeping the wall up. من گفتم یک قسمت شما را آورد اینجا با هدف اینکه به بدبختی خود خاتمه دهید، اما در حالی که یک قسمت دیگر خرابکاری میکند و دیوار را نگه داشته بین من و شما. ایشون میفرمایند I am just not sure I have to get rid of that anger or can I find a way to deal with anger. ایشون میفرمایند من نمیدونم که باید از شر خشم خود خلاص شوم یا یک راهی پیدا کنم که آن را اداره کنم. ببینید این خیلی مهمه، این موضوع که ایشون حالا متوجه شده که موقعی که اومد اینجا با زور نمیخواست به این احساسات خودش دسترسی پیدا بکنه، عقب یه راهی پیدا میکنه که خشمش رو اداره بکنه. ببین اداره کردن خشم با ریشه کن کردن خشم فرق داره. دسترسی پیدا کردن به این احساسات درونی که ما مدفون کردیم با اینکه چجوری اونا رو اداره کنیم، اینا با هم فرق داره. متاسفانه اغلب درمانهای روان درمانی ها که جنبه کاگنیتیو و فکری و عقلانی دارن، اینا به درمانجوها کمک میکنن که چجوری این احساساتشون رو اداره کنن. اداره کردن با شفا پیدا کردن فرق داره. انگر منیجمنت، اداره کردن خشم،
با اینکه این خشم ها رو ما بیاریم به سطح بهش نگاه کنیم با یه دید حقیقت بینانه و بذاریمش کنار، اینا با هم فرق داره. یکی شفا میده، یکی فقط به علائم کمک میکنه. داروها فقط به علائم کمک میکنن. حس این احساسات که شفا میده، لمس کردن این احساسات مدفون شده است که شفا دهنده است. من به توجهشون میارم که پس اینا موقعی که میگن میخواستم اداره بکنم، من میگم یا but now you are going to rationalize, but the question is why a man of your caliber shouldn't have the guts to face his own feeling honestly. A minute ago you said you don't want any misery anymore. In a sense, you are fed up with your lonely, miserable life. One foot in, one foot out. You know what I mean? You are in limbo all the time, with your mother in limbo and with me in limbo. به توجهشون میارم که ولی حالا دارید دلیل تراشی میکنید. موقعی که میگن میخوام اداره کنم، یعنی دلیل تراشیه، برای اینکه نمیخواد احساسش رو حس کنه. حالا شما دارید دلیل تراشی میکنید، ولی سوال این است که چرا یک مردی در کالیبر شما این جرأت را ندارد که با احساسات خودش صادقانه روبرو شود؟ و یک دقیقه پیش خود شما گفتید که دیگر این بدبختی را نمیخواهید و به عبارت دیگر از زندگی تنها و درمانده خسته شده اید، و شما همیشه یک پا تو هستید، یک پا بیرون، همیشه بین زمین و هوا، با مادر بین زمین و هوا، با من بین زمین و هوا. و این در این مرحله من تصمیم گرفتم بیشتر فشار بیارم روی این مقاومتی که ایشون دارن بر ضد نزدیکی عاطفی، که نمیخوان دیوار رو بردارن. به عبارت دیگه ایشون خیلی زود تو زندگیشون یه قرارداد با خودش بسته بود که نباید کسی به هیچ عنوان اجازه پیدا کنه که بهش از نظر عاطفی انقدر نزدیک بشه که بتونه اون درد جدایی رو ایجاد بکنه. من میگم Is there a rage toward your mother in you or not? ما حالا برگشتم به اولین جمله‌ای که ایشون به من گفت. شاید دومین جمله، اولین جمله چیز دیگه بود. دومین جمله اینی که به من گفت که من هیچ احساسی نسبت به مادرم ندارم جز خشم. اولین باری که ایشون رو دیدم. اولین جمله‌ای که از دهن ایشون در اومد. و من گفتم آیا در درون شما خشم به مادر هست یا نه؟ ایشون گفتن بله. من گفتم so let's go and examine this. من گفتم پس بذارین این خشم رو ببینین. این برگشتم دوباره انگشتم روی خشم گذاشتم و تا ایشون به من نگه این خشم رو چجوری حس میکنه، لمس میکنه در درونش، و این بالاخره از قسمت ناآگاه به قسمت قسمت آگاهش نیاد و خودش آگاه نشه، من دست از سرش بر نمیدارم. و ایشان میگه که I thought we had been. من فکر کردم که ما دیدیم. البته اینو با صدای خیلی بلند میگه. من میگم No, but that is not rage. What you are telling me is منظورم استرابشونه. من بهش به توجهشون آوردم که نه، آنچه که به من گفتی تا الان خشم نیست، استراب گفتین و یه مقدار مکانیسم های دفاعی. ایشون صداشون خیلی میره بالاتر و میگه You asked me in the past tense, in the past, and I told you, what more do you want from me? ایشون فریاد میزنن که شما از من پرسیدید در گذشته و من گفتم دیگر و من گفتم دیگر از من چی میخواهید؟ و این حالتی که الان به وجود اومده به من این پیغامو میده که این کاری که من کردم تا الان سبب شده که این خشم به حرکت افتاده، داره میجوشه و الان به طرف من داره میاد بیرون. میگه از جون من چی میخوای؟ و زیر این خشم دیگه من بلافاصله میگم که Now what are you feeling؟ برای اینکه الان دیگه به حرکت افتاده، حالا چی حس میکنید؟ ایشون میگه I have never fantasized harming my mother. I have fantasized my mother dying, her being dead, but not at my hand.
What gets me so scared about my anger is that maybe someday I might hurt her. I believe I told you that 45 minutes ago. ایشون میفرمایند من هیچ موقع مجسم نکردم که مادرم را صدمه بزنم. من تصور کردم که مادرم بمیرد. ولی نه به دست من. آنچه مرا میترساند این است که یک روز ممکن است به او صدمه بزنم و این را من 45 دقیقه پیش به شما گفتم. من گفتم بله. ببینید حالا انقدر دسترسی پیدا کرده به قسمت ناآگاه که میدونه که یه احساس مرگی اونجا نسبت به مادر وجود داره. ولی نمیخواد مسئولیت رو قبول بکنه که این احساس خشمی که در درونش نسبت به مادرش داره یه احساس مرگباریه. به عبارت دیگه میخواد یه مرضی یا یه تصادفی بشه ایجنت او، بشه مأمور او و بره برای اون مادر رو بکشه. و من به توجهش میارم، میگم You want to see anger؟ من میگم exactly و ایشون میفرمایند که برای اولین بار You want to see anger? You want to see me angry? Is that is? Do you want to me to break up your office? ایشون فریاد میزنن الان دیگه. شما میخواهید خشم منو ببینید؟ این درست است؟ آیا میخواهید که من مطب شما رو خورد بکنم؟ ببینید الان به حرکت افتاده و میخواد بره ولی نمیخواد بیاد به طرف من. میخواد اینو بذاره به طرف فرنیچر مطب من و من به توجهش میارم، میگم که این انگر شما به طرف منه ولی شما میخواید لوازم مطب منه بشکنید. لوازم مطب من که این کاری اینجا نکرده. ولی حالا میبینیم بالاخره این خشم داره حالا به سطح میاد و الان میخواد بشکافه بیاد به سطح. من در اینجا این جلسه رو خاتمه میدم و بقیه این جلسه رو در دوشنبه آینده در ساعت 7 صبح و 7 شب دوشنبه به وقت لس آنجلس خدمت شما بیان میکنم و روز و شب و خوشی رو برای همه بینندگان گرامی آرزو میکنم. من دکتر جواد نفیسی هستم و بنا به دعوت تلویزیون تایم تیوی هر هفته در خدمت شما بینندگان عزیز در مورد درد دل روان صحبت میکنم. شب شما خوش. برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.